فقط هروئین مصرف می‌کردم، با دوستم هروئین مصرف می‌کردم، فقط میگفتم مثلا این مادرمه ولی نمیاد دور و برم اینا. عشان عشان بودم، شیشم یادمه مثلا دیگه اونجا مصرف کننده شیشم شده بودم که میگن هروئینا الان دیگه یه باد بهت بخوره خماری. یو یو یو، سلام سلاطین، دکتر سنا هستم، خیلی خوش اومدیم به کانال خودتون. دوباره یه ویدیو کست داریم یا یه پادکست تصویری با توجه به حمایت‌های فراوون شما از این سری پادکست‌ها. یه مهمون خیلی اسپشیال و ویژه داریم براتون امروز، میخواد داستان زندگیشو با ما در میون بذاره. خیلی سلام، سلام، خیلی سلام، خیلی ممنونم که اومدی. نیاز داشتیم به یکی مثل تو. میدونی همه کسایی که تا الان اومدن سنشون بالای 40 سال بوده. خود ابی اومده، نمیدونم مسعود وحدت رو میشناسی؟ آره. مسعود وحدت اومده، آفرین. اینا همه سنا بالا و کسایی که این ویدیوها رو میبینن معمولا جوونان، یعنی بهت بگم مثلا کسایی که میبینن خب بیشتر بازه سنی 18 تا 30 سال دارن. برای همین هم من خیلی خوب تو رو میفهمم، خب هم تو خیلی خوب منو میفهمی و هم اکثر کسایی که میخوان این ویدیو رو ببینن تو رو خوب میتونن بفهمن. خیلی ممنون بچه ها. یک شماره کارتی میذارم توی دیسکریپشن، شماره کارت برای حمایت از بهبودی یافتگانه. خب اگه خوشحال میشم اگه بخواین پول یه پاکت سیگارتون، اگه 10,000 نفر این کلیپ رو ببینن، یه پاکت سیگار 10,000 تومانی رو بخوان کارت به کارت کنن، 10,000 تا 10,000 تومان چقدر بشه و همش هم میره برای حمایت از بهبودی یافتگان. اسمشو تو دیسکریپشن میذارم، شماره کارتشو. یه نکته دیگه، اگه شما هم داستان زندگی جالبی دارین حتما به من توی اینستاگرام پیام بدین و چه داستان زندگیتون میخواد به اعتیاد ربط داشته باشه، چه نه، فکر میکنین داستان زندگی جالبی دارین، ممکنه الهام بخش بعضی ها باشه، حتما به من پیام بدین، ما هم دیگه پادکست ضبط کنیم. خب یه معرفی بکن، سن و سال تو بگو، همه چی. من سجاد هستم، 19 سالمه، بعد متولد مشهد هستم و بزرگ شده سبزوار. کی اومدی سبزوار سجاد؟ من سال 85. چی شد با خانوادگی اومدین؟ نه، انگار سال 85 پدر مادر از هم جدا میشن، بعد که جدا میشن مادر منو میاره سبزوار، میذاره و زنگ میزنه به عموم، میگه بیا پسر مهدی رو وردار ببر. بعد دیگه همین میشه که من میرم انگار تو دادگاه که چیز میشه داستانه این که جدا میشن پدر مادرم از هم. تو چند سال نگاه، تو انگار متولد چندی؟ متولد 82. 82. سال 85 تو 3 سالت بوده مامان آره، بابات جدا میشن. جدا میشن. بعد که جدا میشن تو دادگاه قاضی برمیگرده به پدر میگه کسی رو داری که پسرتو مثلا نگهداری کنه؟ میگه آره مادرم و پدرم اینا هستن. بعد من زیر دست کفالتمو میده انگار به مادر بزرگم. به مامان بابات؟ آره، مادر پدر. خب بعد دیگه از اونجا به بعد زندگی من شروع میشه، بزرگ میشم زیر دست اونا، بعد دیگه میرم مدرسه و تا زمانی که خب نه وایسا عجله نکن. اول اینکه مامان بابات جدا شدن، خب یعنی مامانت که تو رو آورد پیش عمود، چرا بابات تو رو نیاره پیش عمود سبزه بار؟ من انگار مشهد که جدا میشن دادگاه که تموم میشه، مادر منو نگه میداره. بعد که بابام میاد سبزوار اینا، میاد افچنگ، برف اونجا، نمیتونه پدرم منو ببره، برف اومده اونجا. خب بعد منو میاره میذاره انگار فلکه قلوه، هم خوب. فلکه کوشک خودمون، میذارتم اونجا مامان. آره میره، بعد زنگ میزنه به عمون که بیا پسر مهدی رو وردار ببر. یعنی تو قلوه تو چند سالگی؟ تو 3 سالگی ولم میکنه. خب بعد یعنی چرا خب مامان قبولت نمیکرده؟ نمیدونم دیگه، حالا به خاطر کارهایی که حتما با پدرم، بحثایی که با پدرم داشتن یا هر خب چی بوده. خب چرا سر تو خالی کنن؟ دیگه عاطفه مادری نداشته. آره من خودم بچه طلاقم خب، ولی سهی. من مثلا مام بابام توی من یه خواهر داشتم، من فهم میکنم سوم چهارم دبستان بودم، یعنی با سنم از تو بالاتر. درسته. سوم چهارم دبستان بودم، خواهرم هم 3 سال از من کوچیکتر بود. باز ما داستانی که داشتیم جفتمون ما رو میخواستن.
باز اینم در نوع خودش بده. خب یعنی هر کدومش بدیای خودش رو داره سجاد. من برعکس من که هیچ کدومشون نمیخواستم. آره آره، باز ما مثلا بابا هم نمیخواست ما رو ها با البته شاید بابام فردا این ویدیو رو ببینه، بابا معذرت میخوام ازت، ولی حقیقت همین بود. بابا هم ما رو اونقدی نمیخواست، فقط سر اینکه مامان رو اذیت کنه که بچه ها مثلا نمیدن بچه ها رو به تو، در حالی که بابای من اتفاقا زیاد خونه نبود، مثلا ما رو سپورت دست عممون. ما مثلا شاید دو سال ما باز از طرفی دیوونه مامانمون بودیم سجاد، هم من هم خواهرم. خب ولی بابای اصلا نمیذاش ما رو ببینیم، از این طرف خودش هم از ما نگهداری نمیکرد. بابای منم خیلی آدمی بود که دوست داشت مثلا با خانمای دیگه بگرد و به قول خودمون خیلی زنباز بود. درسته. خب و این باعث شد که دید مثلا ما جلوی این زنبازیه رو میگیریم، از اون طرف دوست نداشت که ما رو بده به مامانمون، اذیت میکرد دیگه. دیدی بعضی دوست دارن. آره، معتادم بود اون زمان از این بیماری اعتیاد، یعنی دوست داشت اذیت کنه، کار نداشت که ما هم داریم اذیت میشیم، خودش هم داره اذیت میشه، مامان ما هم داره اذیت میشه. گفت من کار ندارم. من به ما رو داده بود دست عمه، ما دو سال تو تربت بودیم. بعد مامان ما گوشیام ما رو هم گرفته بود، مامان ما اصلا نمیدونست ما کجاییم، ما هم نمیدونستیم مامانمون کجاست، فقط از این عشق ما میسوختیم، از این دوریه، متوجهی؟ آره. خب تو رو گذاشت تو تبس توی یکی از میدونای سبزوار رو رفت. بعد که بابای منم مصرف کننده بوده، مصرف کننده شیر تریاک مصرف میکرد، حالا الان پاک شده، ولی اون زمان که مثلا جلو خودمون میومدیم سبزوار، جلو خودم مصرف میکرد، یه چیزی بود که جلو خودم مصرف میکرد. بعد که ما رو سپرده شیر تریاک، آها خب، مصرف میکرد. بعد انگار دیگه هیچی، دیگه زندگی ما به جای ختم شده بود که مثلا من که تو افچنگ زندگی میکردم یا مثلا تو روستامون درس میخوندم، پدرم اومد و زد و من 6 ساله بودم فکر کنم، زن گرفت. خانومش منشیه یکی از همین دکتر سبزوار بود، طبقه بالاشون کلینیک ترک اعتیاد بود، اومد با بدو کم کم پدر منو ترکش داد و زندگیشون رو ساختن کم کم. تو هم تو اون خونه بودی با اونا دیگه؟ نه، منو قبول نمی کردن. زن بابای؟ آره، زن پدرم قبول نمی. خود بابایی که قبولت داشت؟ قبولم داشت، ولی خب مجبور بود دیگه به خاطر خانومش، زندگیش دیگه نمیتونست مثلا منو قبول کنه. من تو روستا زندگی می کردم، مثلا هر هفته که پنجشنبه ها می اومدم خونه پدرم، به یه بهانه منو دست به سر می کردن برمیگردوندنم روستا. بعد تو روستا پیش کی بودی تو؟ مادر بزرگ پدر بزرگم. اونا خوب بودن؟ آره، اونا مثل جون و دلشون از من مراقبت میکردن، هرچی میخواستم در اختیارم میذاشتن. ولی خب پدرم دیگه مثلا به خاطر همون خانومش و زندگیش اینا کم کم اومد و خانوم پشت قبالش گفته بود که مثلا من بچه‌م که به دنیا بیاد رفت مدرسه کلاس اول شد، بچه هاتو میارم پیش خودمون، مشکلی نداره. ولی بعدش که مثلا این اتفاق افتاد و زد اینا بچه دار شدن، پدر منم پاک شده بود دیگه، پاکیش 2-3 سال پاکی داشت، بعد انگار دیگه من که میومدم منو پس میزدن برمیگردوندن روسا، تا کم کم زد زیر قولش، زد زیر قولش، زن پدرم آره دیگه، زد زیر قولش و منو قبول نکردن. تو کم کم پدرم پاک شده بود، مثلا 5 سال پاکی بود. باز حست چی بود اون موقع؟ من همیشه مثلا شبا که میرفتم خونه گریه میکردم، زیر پتو گریه میکردم که چرا مادرم منو ول کرده رفته، یا مثلا پدرم منو ترد کرده. تو خونه مام بزرگ؟ آره، تو خونه مادر بزرگ پدر بزرگ. بعد دیگه کم کم بعد مامانه اصلا خبر نمی گرفت ازت؟ یه تلفن مثلا سال به سال می اومد می رفت، اون یه تلفن نمی زد به من، مگه چی می شد؟ یه زنگ می زد می گفت چطوری پسرم اینو، یا می اومد واسه دیدنم. بعد مثلا 4-5 سال انگار که من کلاس 5 اینا بودم دیگه، که مثلا
سیگار میکشیدم، از سیگار عمون میدوزیدم میکشیدم و یه حرفا تو همون افچنگ. آره تو روستا افچنگ، بچه های روستایی اطراف سبزوار. بعد کم کم که مثلا از سیگار عمون میدوزیدم میرفتم میکشیدم. و تو چند سالگی؟ تو همون کلاس پنجم اینا، 10-12 سالگی. خب بعد چی شد که مثلا حس کردی سیگار خوبه کشیدنش؟ خلاهای درونیمو پر میکردم با همون سیگار. خب چی شد که فکر کردی سیگار ممکنه خلاهای درونی تو پر کنه؟ رفیقی داشتی که سیگار میکشید؟ نه نه نه، من همون همون که میکشید مثلا میگفت اعصابم آروم میشه یا خستگیمو برطرف میکنه، منم یاد گرفته بودم از همون که خلاهای درونیمو با سیگار پر کنم. خب میدوزیدم از سیگار این، حالا میرفتم تو سرویس میکشیدم یا جای دیگه. کم کم باز بزرگتر شدم و مثلا تو روستا میدیدم بچه‌ها دارن مثلا مصرف میکنن، بنگ مصرف میکنن و گل مصرف میکنن و اینا، منم کشش پیدا کردم به سمت همون بنگ و اینا. خب تا 15 سال بنگای افشنگ خوب بود؟ بد نبود. از سبزوار میومد؟ آره از سبزوار میگرفتن میومد اونجا. ما هم مثلا دیگه یاد گرفته بودیم، پول میدادیم به اون رفقامون، میگرفتن واسه همون میآوردن. تو 15 سالگی؟ تو 15 سالگی چلی میزدین یا تو سیگاری؟ هم دریایی میزدیم هم چلی میزدیم هم پیپر تازه اومده بود، من یاد نداشتم پیپر بزنم. بعد کم کم پیپر کی میخوای؟ یعنی تو پیپر نزدی اصلا؟ نه چرا پیپر، ولی بعد تو تایم تو افچنگ پیپر. آره نزدی. پیپر یاد نداشتم تو. من هنوزم یاد ندارم. یکی از دوستام اومد دو بار جلو هم پیپر رو بار زد، بعد من 5 تا پیپر گرفتم رفتم خونه نشستم تمرین. آره جنس هم بار زدم، یکی اولی رو که زدم چسب بشه چپ بزده بودم باز شد، دوباره جنس رو ریختم تو مثلا یه پولی چیزی، بعد که چیز شد دفعه دوم دیگه قشنگ بار زدم، یه ذره مثلا زخیم شد ولی خب نه خوب شد. بعد دیگه کم کم همون بنگو میکشیدیم آروم میشدیم یا مثلا میومدیم گریه میکردیم. بعد رفیقات که باشون میزدی همون 15 سال اینا؟ نه بزرگتر بودن اونا، اونا اکثرا مثلا 22-23 سال مثلا داشتن، کم سن کم داشتن داخلش که هم سن. بعد چجوری با اینا رفیق شده بودی؟ ما تو همون روستا دیگه میدیدیم همو. بچه تخس بودی؟ آره میدیدیم همو دیگه. نه تو خود بچه تخس بودی یا نه بچه ساکت بودی؟ ساکت بودم من، این ور اون ور میرفتم باهاشون مثلا نمیشستم تا اونا مثلا منو صدا میکردن و اینا، میرفتم طرفشون. بعد کم کم 15 سالم شد، تو 15 سالگی من درسمو نمیخوندم دیگه، فقط چت آره. بازی بوده دیگه، چت بازی بوده این ور دیگه، مخم کشش نداشت که درس بخونم. آره مخصوصا بنگ. بنگ آره بنگ خیلی قفلیای بعید داره. بعد تا زمانی شد که من رفتم تهران واسه کار کردن. خب اونجا با هروئین آشنا شدم. چرا بری تهران واسه کار کردن؟ دیگه مثلا خانواده می اومدم خونه، بابام پول بهم نمیداد، یارانمو بهم نمیداد، چیزی نمیدادن، میدادن نه که ندن، ولی من خب مثلا مصرف میکردم دیگه، بنگ مصرف میکردم، مثلا اون 100 تومن به من میداد 100 تومن رو میدادم به رفیقم، میرفت بنگ میگرفت میومد میکشیدیم تموم میشد. بعد که میگفتم بده میگفت مثلا تازه بهت دادم. آره چیکار کردی تو؟ و یعنی بابای درست تو رو قبول نمیکرد ولی از لازم مالی آره، ساپورتت میکرد. آره هوامو داشت که یه جوری دست به سرم کنه. خب فهمیدم. بعد دیگه تا زمانی که خلعاتو پر میکرد سیگار یا بنگ. آره خوب بود دیگه، یه حس کاذب شاید بود واسه ما. خب حالا حس کاذب و کار نره، ولی این حس کاذب آرومت میکرد؟ آره آره آرومم میکرد، یعنی اون گریه ها تو اعصاب خردی ها تو. آره دیگه کمتر مثلا شده کمتر بود. شده بود گریه نمیکردم زیر پتو دیگه، اصلا حس درونی مرده بود که مثلا چرا من مادر ندارم بالا سرم یا محبت مادری بالا سرم نیست اینا. قبلش مثلا تا قبل اون مواد مصرفی بنگ و اینا، من انگار تا قبل اون بنگ مثلا گریه میکردم آروم میکردم خودمو، یا مثلا یه حرکتی میزدم میرفتم این ور اون ور، خونه نمی اومدم شب، خونه مادر بزرگم تو همون روستا با دوستان میشستیم پای آتیش اینا. ولی اون بنگ که اومد دیگه مثلا من تو دشتی خونمون تو همون سرویس خونه هم بنگ بار میزدم میکشیدم آروم میشدم میرفتم زیر پتو تخت میخوابیدم، از سیگار عموم مثلا میزدم میرفتم میکشیدم
یا بنگ بار میزدم تو همون سیگارو. تا زمانی که گبری هم میزدی؟ هشیش نبود تو سبزه بار اون موقع. نه دیگه، تو مگه تو سال 93 94 چت میکردی؟ آره آره. نه دیگه، تو چند گفتی به دنیا اومدی سجاد؟ 82 82 تو 97 98 چت میکردی؟ آره آره. ما اون زمان خودمون هشیش میزدیم، بود قبار بود. خب تو سبزه ها ما پیدا نمیکردیم، ساقیشو نداشتیم. آره ساقیشو نمیدونستیم کجا بریم بگیریم. خوبی هم هشیش های قفلی بود اون موقع، یه فلاح نامی بود. تو هم فلک قلوه اینا، تو کشک اینا میومد جلو سوپرمارکته. جلو سوپرمارکت اسمش مرتضا بود؟ نه نه وحید. نه وحید نمیشناسه. وحید فلاح الان یه موتورسازی خیلی بزرگ داره. تو موتورسازیش هم آره. ساقیگری میکنه؟ آره میفروخ. موتورسازیش آره. توی امیرکبیره؟ نه انگار آه. تو جاده شینیه. نه پس نمیشه. بهارانه. پس نمیشه. بهارانه یک. پس... آقایون اگه خواستیم بریم بیچه ساقی تبلیغ خونه این ساقی. بعد دیگه میرفتم من سوار اتوبوس میشدم، خودم یاد گرفته بودم دیگه، خودم سوار اتوبوس میشدم میومدم سبزوار بنگمو میگرفتم برمیگشتم روستا مصرف میکردم. بعد دیگه کم کم دیگه یعنی دیگه خواستم. با رفیقا هم نمیزدی؟ نه چون معمولا مصرف اینجوریه دیگه سجاد، اول خب آره. فقط من با رفیقا هفته یه بار، بعد کم کم میشه حالا مثلا خودم تنهایی میرم بیرون بزنم، بعد کم کم میشه حالا تنهایی تو خونه هم حال میده، بعد کم کم میشه دیگه میبینی آره کلن دستته دیگه. تو هم به یه جایی رسید که دیگه تنهایی چتیه. تنهایی بود. چت میکردم آره، مثلا یه نخ که بار میزدم کلم پر نمیکردم اون یه نخ. خب باز دوباره مثلا تنهایی یه یادم میاد بغل دست هم خونه مادر بزرگم اینا یه دونه خرابه انگار مال فکر کنم فامیلای همون پدرم اینا بود، یه خرابه بود من اونجا برده بودم، یه سطل گذاشته بودم یه شیشه چیلیم گذاشته بودم. بعد یه روز داشتم با دوستم هم برده بودم اونجا، چیلیم داشتیم میکشیدیم با هم، یادمه عموم اومد بالا سرمون و دید مثلا داریم چیلیم میکشیم، دیگه اونجا فهمیدم مثلا من مصرف میکنم کم کم. بعد دیگه میخواستم میدونستن اونا به روت نمی آوردن، شاید هم میدونستن. آره البته میرفتم چشا دو بار خون آره ماشه میرفتم خونه، چون عموم مدرکش دکتراه از همه چیزم سر در میاره. شاید هم مثلا ما که میومدیم درس میخوندیم یه چیزی که میرفتیم ازش سوال میکردیم خیلی باز میکرد واسه ما، قشنگ توضیح میداد، مثلا میگفت هروئین چی بوده و فلان اینا توضیح میداد. مثلا شاید به خاطر همون ما خیلی کشش پیدا کردیم. من دیگه کم کم میخواستم رو پای خودم واسم و پول تو جیبم خودم در بیارم. تو روستا که میرفتم سر کار، بعدش گفتم یکی از دوستان تو سبزوار گفت بیا بریم تهران کار کنیم، تو تهران من کار خوب گیر میارم اینا. رفتیم تهران یه نظافت منزل یادمه کار میکردیم تو دروازه غار کوچه شوشتری، یادم اونجا روبرومون یه ساقی بود، من نمیدونستم این رفیقم مصرف چی مصرف میکنه و اینا. من میرفتم بنگمو میگرفتم تو تهران، بنگ بود میومدم میکشیدم. بعد یه روز دیدم مثلا رفتم تو اتاق دیدم دوستم کافی دستشه داره مصرف میکنه، گفتم چیه؟ گفت هروئین. گفتم چند تا دودم به من بده، اون داد به ما و دیگه از اون به بعد دیگه نشگی اومده بود زیر زبونمون. بعد وایسا مصرف به اند سرویس، تو خودت خاریدی بهش گفتی بده؟ آره دیگه، من دیدم مثلا داره اون مصرف میکنه، دیدم جالبه کافی دستشه یه نی لبش گرفته مثلا داره ای فندک و زیرش قلط میده اینا. بعد دیگه کشش پیدا قبلش کرد. اصلا نشه نزده بود، نشه مثلا شیر تریاک هر از گاه. آره مثلا شیر تریاک میدیدم مثلا بچه های همون روستا مصرف میکرد، چهار تا دود میگرفتم سر کار که میرفتم، یه حسین نامی بود یادم میاد مصرف میکرد، میشستم باش چهار تا دود میگرفتم پا میشدم. نشگی رو دوست داشتی؟ چتی رو بیشتر دوست داشتی یا نشگی؟ چتی رو بیشتر دوست داشتم تا زمانی که مثلا هروئین به لبم خورد. هروئین که به لبم خورد دیگه مثلا چتی واسم مثلا هیچ معنی نداشت. بعد هروئین رو بیشتر دوست داشتم. داستانه چیه که میگن حتما باید رو هروئین سیگار بکشی چون دود هروئین سبکه؟ آره میگن دود هروئین سبکه، رو ریهات نمیشینه قشنگ، یه کم سیگار که میگیری دود سیگار سنگینه،
با اون میشه. یعنی کفیه که رو دستته، فندک هم که گرفتی نیم تو دهنته. آره یه اینجا که میاد نگش میداری، سیگار رو روش نه میکشی. همون تو دهنت که هست که میخوای انو بدی پایین، یه سیگار، یه کام سیگار میگیری بعد میره پایین. آره. بعد میخوام از دفعه اولت بگی، دوست دارم بچه ها بدونن که هروین دفعه اولش چقدر حال میده. دفعه اول که، چون اگه یکی بیاد بگه دفعه اولش حال نمیده دروغ میگه. نه. باید یک نفر بیاد بدونه که آقا هروئین دفعه اول چقدر حال میده، به حدی که تو دیگه نمیتونی بدون اون با چیزی حال کنی. اونقدر لذت داره که چجوری بگم، اکثرا الان تو انجمن میگن مواد از خدا یه پله بالاتره. من که همون دودو که گرفتم اصلا یه جوری شدم خودمو، بعد چند دقیقه دیگه مثلا دو تا دود گرفته بودم، بعد چند دقیقه خودمو میخوروندم به شدت میخوروندم، مثلا دیگه مثلا حس این که زورم زیاد شده، یا مثلا چجوری بگم، نشیگیش خیلی خوب نشیگیش بود. آره اون زمان تو تهرانم هروئین دوای ارومیه بود، مثلا دگمه میبست اینا، من نمیدونستم. بعد ها که مثلا رفتم داخلش از دوستم یاد گرفتم. یعنی چی دگمه میبست؟ انگار جنس وقتی میریختی آبش که میکردی، مثل یه دگمه مانند، وقتی جنس خوب باشی مثل یه دگمه مانند همون وسط چیز، وسط جنست میمونه. وقتی راش میبری همون قلط که میخوره، بعد که سرد میشه جنس وامیسی، یه دگمه مانند وسط زرورق میمونه، اونو میگن دکمه. بعد دیگه کم کم من که از دوستم یاد گرفته بودم چند تا دود ازش گرفت، چرت میزد. خوب بود. آره خیلی میگن هروئین چرت. من تا جایی که از بچه‌ها تا الان صحبت کردم شنیدم، شیشه یه چیزیه که ممکنم هست ازش خوشت نیاد. آره ولی هروئین، ولی هروئین یه چیزیه که نامرد اصلا امکان نداره. آره دیگه وقتی مورفینه نشگی داره تو رو، مثلا هروئین من شنیدم الان واسه آدمای پولدار و اشراف زاده و ایناه. یعنی چی هروئین دست بالا میزنه؟ دست بالا میزنه یعنی شما که مصرف کننده هروئین هستی همیشه اینجوری که بالاتر بیشتر میکشی. آره دیگه من هی مثلا روز به روز، مثلا من که میشستم پاش با دوستم میشستم، مثلا اون 4 تا دود که با من میداد، از فرداش مثلا 10 تا دود میگرفتم، فرداش 20 تا دود. اینقدر سری میره دوزت. آره. بالا هروئین یه جوریه که دیگه مورفینه دیگه، میره تو خونه. مثلا تو تریاک دیگه گرمه، شاید بعد یه ماه بشه 2 گرم. 2 گرم آره. ولی خب هروئین جوریه که هفته ای گرم گرم میره بالا، هفته ای هم نه، همون 2-3 روزی میره بالا. تو اگه مثلا امروز یه دونه پگ میکشی، مثلا شب که میشه 2 تا پگ میکنی. اینقدر فازه. آره. نگاه، چون میخوام اینو ازت بپرسم، خب نگاه کن تو، چون اگه مثلا امروز صبح یه پک کشیدی، شبش اگه یه پک بکشی نمیگیرتت که 2 پک میکشی، یا نه میگیرتت اون یه پک؟ چون میگیره. دو پک خیلی، چون دوست داری لذت 2 پک رو تجربه کنی، 2 پک میگیره. نه نمیدونم چجوریه که اصلا کشش پیدا میکنی که بکشی، هرچی بیشتر بکشی مثلا بهتر واسد. پشمام چه، آره نشیگی بیشتر میگه. چه نامرده. خب بعد این رفیقت الان کجاست؟ رفیقم الان خبر ندارم ازش. خب این دیوس بهت نگفت نزن نکن با خودت این کارو؟ نه دیگه چه میدونم، حالا شاید اون دوست داشت مثلا من که میرم کار میکنم منم پول بیارم بهش بدم که اون مثلا جنس مصرفیشو که تهیه میکنه از پول منم کمک بگیره. صبح که میرفتم سر کار مثلا 4 تا دود بهم میداد، ما اونجا نظافت منزل کار میکردیم، شناسنامه همونو داده بودیم، بعد یارو مثلا 3 تا چیز برگه به همون میداد، 3 تا آدرس به همون میداد، میگفت برید مثلا اینجا. من وقتی که قبلش که نشه میکردم مثلا تا عصر همون 3 تا آدرس رفته بودم و تمیز کرده بودم خونه هاشون رو، برگشته بودم. ولی از اون به بعد که مثلا دوستم به هم نشه گیرو میداد که صبح 4 تا دود میگرفتم میرفتم،
صبح تا ظهر مثلا میدیدی تموم کردم اون سه تا آدرس رو، با زنگ میزدم میگفتم یه آدرس دیگه بفرست تا من برم، کمک بیشتر میشد مثلا کارم وقتی نشه میکردم. جوری بود که دیگه کم کم که یاد گرفتم خودم برم بگیرم و مصرف کنم اینا. خونه چند سالگی تو... دفعه اول رو اینو زدی؟ 15 سالگی 16 سالگی فکر کنم. خب آره دیگه. خب تعریف کن دیگه، به یه جایی رسید که خودم مصرف میکردم. بعد یه جوری بود که مثلا دیگه کم کم با شیشه هم آشنا شدیم، شیشه هم میکشیدیم. همین میخوام اینا رو تعریف کنی که تو اول از همه بگو که هروئین تا کجا تو رو برد. هروئین بعد دیگه تا زمانی بود که ما میرفتیم تو پارک میگرفتیم از ساقی، میرفتیم مصرف میکردیم، میرفتیم سر کار برمیگشتیم دیگه. مثلا ما اتاق بالا بودیم، بعد که یارو فهمید ما مصرف کننده هروئین شدیم، از اونجا فرستادمون اتاق پایین که مصرف کننده های هروئین و شیشه اونو اونجا مصرف میکردن. یعنی جایی که زندگی میکردی پاتوق بود؟ آره، پایینش مثلا مصرف کننده شیشه دوا بودن اونا، میرفتن سرکار برمیگشتن، بالا آدم های سالم بودن. زمانی که یارو فهمید دیگه ما هم مصرف کننده شدیم، ما رو فرستاد اتاق پایین پیش اونا. یعنی تو از سبزوار که رفتی تهران، جایی که خونت رو گرفتی، اون اتاقی که گرفتی، یه جایی بود که طبقه پایینش کلا مواد زن بودن؟ یارو انگار هم جای خواب بهمون میداد، نظافتیه؟ آره، نظافت منزلش یه جوری بود که مثلا یه اتاقی داشت که زنگ میزدن مشتری ها واسه کار، و اونای دیگه هم که اتاقای دیگه‌ش هم واسه خواب ما بود. بعد دیگه کم کم که چیز شد، ما رو داد اتاق پایین. اتاق پایین بعد دیگه کم کم چیز شد. این دوستم، یکی از دوستامون که ما رو برده بود اونجا، در اومده بود از اونجا، چند تومن بدهکار بود از اونجا، پول ما رو نداد، ما رو بیرون کرد. خب از اونجا ما رو بیرون کرد. تو اون موقع شیشه نمی‌زدی؟ شیشه نمیزدم. یعنی بین اونم شیشه ای بودی ولی نمیزدی؟ نمیزدم، فقط هروئین مصرف میکردم، با دوستم هروئین مصرف میکردم. روزی چند بار میزدی؟ روزی 3 تا پک میگرفتیم اونجا، 3 تا انگار فکر کنم اون میرفت میگرفت 3 تا 50 تومن میگرفت، 2 نفر با هم میکشیدیم. بعد چند، مثلا الان که صبح که میکشیدی میرفتی سر کار، کی خمار میشدی؟ زور خمار بودی؟ نه، به زور نمیکشید، خمار میشدم. تو هم سری آره میکنه. تو هم یه الان که میگن هروئینای الان دیگه یه باد بهت بخوره خماری. جدی؟ آره. خماریش خیلی بده. خماریش آره دیگه، کسلی، اصلا جون نداره که راه بری. بعد میخوام بگی که باز به بچه‌ها اینم بگی که اولاش تو اینجوری بودی که هروئینو میزدی میرفتی. آره. دوبله هم کار میکردی. آره دوبله هم کار میکردی. بعد به یه جایی رسید که مثلا فقط کار میکردم، مثلا 2 تا کار میزدم نمیرسیدم دیگه مثلا مصرف کنم، که نمیرسیدم که کار کنم، مصرف میکردم تا همون 2-3 تا کارم و سری بزنم و بیام خونه، بیام همون مثلا جایی که یارو خونهایی که میرفتی. آره. تابلو نشده بودی که یکی بخواد به چیزی بگه؟ نه نه، یکی مثلا تو سرویسش مصرف میکردم، یه روز اومد نفهمید که من دارم مصرف میکنم اونجا. خب فقط بوی سیگار رو شنید و فلان اینو، گفتم دارم سیگار میکشم، در اومدم سری باز اومدم شروع کردم به کارم انجام دادم. بعد دیگه کم کم از اون نظافت منزل ما رو بیرون کردن، ما چند روز تو پارک خوابیدیم، مصرف هم میکرد. پولی هم جمع کرده بودین؟ در حد 2 تومن فکر کنم، 2-3 تومن اونجور. مثلا ما تقریبا فکر کنم 6 ماه یا 7 ماه کار کردیم، بعد 6-7 ماه مثلا 2 تومن کلن دستمونو گرفته بود، چون مصرف میکردیم پولامونو به باد داده بودیم. 400,000 تومن هم از حساب من کم کرد واسه همون دوستم. آره چه آدمی، تهرانی ها زرنگ. آره تهرانی ها گرگن. بعد اونجا تو تهران با احترام به همین تهرانی ها خیلی بدبختی کشیدیم دیگه. از اونجا تو پارک میخوابیدیم، غذا رو میرفتیم میگرفتیم میومدیم میخوردیم تو پارک. از پارک هم مثلا 12 شب که میشد بیرونمون میکردن، نمیذاشتن اونجا بخوابیم، میومدیم مثلا یه گوشه پیدا میکردیم میخوابیدیم. چند روز که رد شد ما یه میوه فروشی باز پیدا کردیم، رفتیم میوه فروشی. اونجا هم تو میوه فروشی که ما
داشتیم کار میکردیم، من سر پالت واسطه بودم، یادم سر پالت واسطه بودم، نشم بودم، شیشم یادمه، مثلا دیگه اونجا مصرف کننده شیشم شده بودیم. چجوری با شیشه آشنا شدی؟ همون دوستم که میرفت مثلا جنس میگرفت، من میدیدم مثلا این میره باز بیرون برمیگرده، یه چیز مثلا سفید رنگ مثل نواد میاره میریزه رو زرورق، من فکر میکردم همونم هروینه، بعد میگفت نه این شیشه است. و بعد دیگه شیشه هم مصرف میکردیم، همون دوستم و گفتم بده یه پکم واسه من بگیر بیار. یه پک یادمه اون پکویه که تو سبزوار بنگ جا میکردن، تو تهران شیشه جا میکردن. بعد یه زرورق یادمه چند تا دود که گرفتم من سرم سنگین شد، مثل این که مثلا رو هوا باشی، یه جوری یه حسه اصلا جوری که فکر کنی قدرت گرفتی. آره من شنیدم خیلی اعتماد به نفست بالا میبره. یادم اون شب که کشیدم شبش تا صبح خوابم نبرد، بعد هروین رو مصرف میکردم، یه چند تا دود گرفتم تا صبح دیگه خوابم نبرد. صبح پاشدیم باز رفتیم سر کار، همون تو میوه فروشیه، اون هم جا خواب بهمون داده بود، اتاق داشت بالاش جا خواب داشتیم، پایین هم که میومدیم مغازش بود و پالتا رو میچیدیم صبح، میوه رو میریختیم. بعد که بار میومد مثلا چند تا کارگر افغانی داشت، اونا بار خالی میکردن، ما رو پالت میریختیم اون میفروختیم دست مردم میدادیم. یادمه تو همونجا که کار میکردیم من مصرف کرده بودم، شیشه هم مصرف کرده بودم، هروئین هم مصرف کرده بودم. بعد اومده بودم سر پالت، یه بند خدا اومد میوه بگیره با دخترش بود انگار، من یه متلک انداختم به دختر اون، یارو برگشت گفت چی گفتی فلان اینا، دست به یقه شد با من، من برگشتم مشت زدم تو صورت اونو. دیگه اومدن سرکارگرا اینا اومدن ما رو سوا کردن و باز اینجا تسویه کردن پولمونو بیرونمون کردن، جفتمونو بیرون کردن، نه جفتمونو بیرون نکردن، منو بیرون کردن. بعد دوستم به خاطر من در اومد، اون که پولیشو گرفت بعد سرکارگرا رو یادم من زدمش و از اونجا در اومدیم. دقیقا یادم میوه فروشی دور میدون 13 آبان بود، اونجا دیگه از اونجا باز در اومدیم، زنگ زدیم به همین دوستم، زنگ زده بود به همین صاحبکاره، به اصلیشون، به شریکش، نه شریکشو من زده بودم دیگه، شریکش یادمه انگار شوهر آبجی همون سرکارگر اصلیه بود که مغازه مالون بود. بعد دوستم زنگ زده بود بهش، اونم یه آدرس داد تو فردیس کرج، ما باز رفتیم اونجا میوه فروشی کار کنیم. رفتیم یه ده روز اونجا استادیم، نگو یارو میخواسته ما رو بگیره واسه کار کردن، کارگراش رفتن انگار مرخصی، تا کارگراش برگردن ما اونجا کار میکردیم، کارگراش که اومدن ما رو باز بیرون کردن، اون باز دوباره ما رو بیرون کرد. چه لاشی. یادمه دو تا کارگر داشت اونجا، یکیشون شیر تریاک مصرف میکرد، یکیشون هروئین مصرف میکرد. خب همه بزنا دوره هم بودیم. خب یه فکر کنم یه 10-12 گرم یارو جنس داشت، ما که پول میگرفتیم مثلا از یارو میومدیم از همین دوستمون که پایین بود جنس هروئینا رو هروئین میگرفتیم. و بعد دیگه فهمیدیم مثلا یارو ما رو الکی ورده اینجا که تا کارگراش بیان، باز ما رو بیرون کرد. اونجا هم مثلا یه دو تومن کار کرده بودیم، اومدیم باز داخل تهران، دیگه یادمه تو اومدیم یه جای داخل یه پل بود، یادم نمیاد دقیقا آدرسش کجا بود، جای یه پل همونجا رفتیم میوه فروشیه، گفتیم کارگر میخوای، گفت نه. بعد یه آدرس بهمون داد، رودکی بود فکر کنم، سرا رودکی، آره سر سرا رودکی یه جای بود که من مثلا میومدیم اونجا، سرا سرسبیل بهش میگفتن، حالا مهم نیست آدرس و مهم نیست داستان رو. بعد اونجا میوه فروشی اونجا بود، ما اومدیم باز روبروی میوه فروشی
خونه‌هاش بود، طبقه بالا کردای سنندج خودشون کار میخوابیدن، طبقه وسط انگار سه طبقه بود، همکف افغانی ها بودن، ما سبزواری ها رو با افغانی ها انداخت توی اتاق. خب بعد دیگه کم کم اونجا کار میکردیم، یارو هم نمیدونست فکر کنم ما مصرف کننده. بعد که فهمید منو بیرون کرد، دوستم فرستاد کم. خب دوستم فرستاد کم، چون دوستم مثلا واسه کار میکرد قشنگ، منو بیرون کرد، دوستم فرستاد کم. من یادمه یه پارک بود همونجا که میرفتیم جنس میگرفتیم، تو همون پارکه من دیگه کارتون خواب شده بودم، تا حدی که کارتون خواب شده بودم، یه تومن دو تومن پول دستم بود ولی خب کار پیدا نمیکردم. تو همون پارک میخوابیدم، ساقی هم بود همونجا جنس ازشون میگرفتم مصرف میکردم. از جیب میخوردی دیگه؟ آره دیگه، همون یه تومن دو تومن رو خرج میکردی. آره یه تومن. پلیس نمیومد اونجا از پارک جمع کنه؟ یادمه یه سری ساقی رو گرفتن بردن از اونجا، ولی ما گیر نکردیم. یه سری انگار یه پارک بغل رودکی بود، یه پارک خیلی کوچیک، من شبا اونجا میخوابیدم. از اون پارک من حرکت کردم، یه کیسه برنجی هم دستم بود، دو تا گاز فندک داخلش بود، فندک داشتم، زرورق داشتم، یه گرم هم رفته بودم جنس گرفته بودم خودم از ته دروازه غار. هروئین سورچه بود اونجا، میگفتن سورچه، مثل میدونن چیه، مثل دوای سبزوار بود، میگفتن بهش سورچه. بعد من یه گرم از اون سورچه دستم بود، یه 20 تومن شیشه دستم بود. بعد گشته اومد واسط گفت اینجا چی کار میکنی؟ گفتم حقیقتا من بچه شهرستانم، اومدم کار کنم، از سر کار بیرونم کردن، الان دنبال کار میگردم. بعد گفت سوار شو بریم، اگه مصرف کننده چیز تست میگیرم ازت، اگه مصرف کننده نبودی ولد میکنم، وگرنه میدم مثلا کم. من یادمه وارد کلانتری که شدم، نگاه کردم دیدم چند تا از اون هم مصرفایی که تو پارک باهاشون میشستم مصرف میکردم آره نشستن اونجا، دارن گریه میکنن، دارن گریه میکنن، همه هم سنا بالا، 40-42 سال 30 سال، همه دارن گریه میکنن. بعد دیگه رفتم منم کنار اونا نشوندن و لوازم هم گرفتن، من جنسا تو جیبم بود، همون لحظه جنسا رو در آوردم انداختم از رو دیوار، افتاد مثلا اون وره کلانتری، کلانتری انگار پارک هفت چنار گرفت ما رو، پارک هفت چنار، کلانتری پارک هفت چنار گرفتمون. بعد صبح که شد من همینجوری تو چرت بودم، خمار بودم، کلم هی میخورد زمین، هی سربازه میزد زیر دستم و اینا بلندم میکرد، همه سرباز نامرد، همه رو به ردیف کردن. تست گرفتن آخرش؟ تست نه دیگه، میدونستن هممون مصرف کننده ایم. از اونجا دیگه همه رو به ردیف کردن، دستبند زدن همه رو، دو نفر دستبند زدن، سوار اتوبوس کردن، بردن اون ساختمون قرمز. تو اون موقع 18-19 سالت بود؟ 17 سال داشتم اونجا، الان مثلا 19 سالمه، 2 سال پیش بود دیگه، یادم دقیق. بعد بردنمون ساختمون قرمز، ساختمون قرمز یه کلانتری بود باز، که مثلا تمام متادان رو از همه کلانتری ها جمع میکردن میاوردن اونجا. اوه چه جایی باز اونجا. اونجا مثلا یارو اگه میگفت تو میزدنش، میریختن سرش، بعد میزدنش آشخورا. آره بعد دیگه اونجا دستبند پابندمون کردن، با سوار اتوبوسمون کردن، بردنمون قربالگری. تو قربالگری تست گرفتن از همون، عکس گرفتن، یه پرونده پر کردن، موهامون هم زدن، همینجوری کلمون کردن، لباس آبی یه رنگ تنمون کردن، میخواستن بدنمون کمپ دیگه. ما همه رو نشونده بودن، من یه سرهنگ بود اونجا، انقدر التماس کردم، انقدر گریه کردم پیشش، تا من گفت بیا برو تو اتاق آزادی ها بشین. میگفتم بچه شهرستانم واسه کار اومدم اینجا، چجوری رازیش کردی؟ دیگه انقدر گریه کردم و از التماس کردم پیشش، تا دیگه گفت بیا برو تو اتاق آزادی ها بشین تا آزادت کنم بری. یادم همه رو آزاد میکردن، از صبح تا عصر من اونجا بودم، همه رو آزاد کرده بودن، من و 2-3 نفر دیگه مونده بودیم. عصر که شد ما 3 نفر رو سوار یه ون کرد، برد خاوران تهران،
ولمون کرد اونجا دم انگار یه جایی بود واسه همون کارتون خواب و معتاده بی سرپرست که اونجا میخوابیدن، میگفت اگه دلتون میخواد بیاید برید اینجا بخوابید، شب اینجا بخوابید، صبح برید سر کارتون یا هر جا دلتون میخواد برید زایات جمع کنید. کارتون خواب کارتون خواب بودن همشون دیگه. بعد بردنم اونجا ولمون کرد، اونجا ولمون کرد. رفتی تو؟ آره نه نرفتیم، ما گفتیم میخوایم بریم با یه نفر. من از اونجا اومدم باز دروازه غار تهران، من همون دروازه غار یاد گرفته بودم دیگه، چون از اول تهران رفته بودم همونجا مثلا جنس میگرفتم کلن دیگه. آره میرفتم اونجا بود. میرفتم از همونجا جنس میگرفتم، اومدم اونجا باز جنس گرفتم، یه 50 تومن داشتم یادم، دوای ارومیه گرفتم، از خماری در اومدم، بعد کشیدم و بعدش دیگه اومدم با سمت خماریه. ها چند روز اونجا بودی؟ انگار ما رو که منو که امشب گرفتن، امروز انگار امشب گرفتن، تا فردا عصرش من که از اونجا در اومدم خمار بودم. آه اونجوری فیزیکی شدید هنوز نرسیده بود؟ فیزیکی شدید نرسیده بود، ولی خب مثلا انقدر دیگه مثلا خمار میشدم که میدیدی تو همون اتاق خوابم میبرد. خمار شیشه میشدی؟ آره خمار... نه هم خماری هروئین، هم من انگار خماریام طوریه که تو خواب خماریامو پس میدم. چه خوب. آره. اینو اونقدی اذیت نمیشی؟ نه همینجا هم مثلا 5 روز اینجا بودم، 5 روز فیزیکیمو تو خواب فقط پس دادم. الان یعنی فیزیکی نداری؟ نه فیزیکی ندارم. حالا چه شانسی، خدا رو شکر. من بدنم اینجوریه که تو خواب خماریامو پس میدم. کمپ بالا هم که بودم دفعه اول همونجوری تو خواب. دهنت سرویس دفعه دومت کمپی؟ این کمپ اجباری. آره چند سری تو. الان زندگیم دیگه دیر شده، چند سری بردنم. پس تعریف کن. من پارسال یادمه بابام آوردم دم همین کمپ. نه نه از داستانو بگو بعد برس به اینجا. بعد تهران دیگه تو رفتی دروازه آره، قارو زدی تهران دوباره. باز دوباره مثلا مصرف کردم، از خماری در اومدم، اومدم سمت همون میوه فروشیه دوستمو پیدا کنم، گفتن دوست تصویه کرده برگشته سبزوار. خب آره منم پول نداشتم دیگه دستم، زنگ زدم گفتم مرتضی کجای اینا، گفت من برگشتم سبزوار، یارو اشتباه کرده به جای مثلا 300 تومن 3 میلیون تومن به من داده. خب تو یه چیزش اشتباه کرده بود 3 میلیون زده به چاچ. آره سری اومده بود سبزوار، سری اومده بود سبزوار. بعد منم گفتم پول ندارم چیکار کنم فلان اینا، نمیتونم برگردم، پول نداشتم که برگردم سبزوار. گفت شماره کارت یکی رو بگیر اونجا، کارتم نداشتم که پول واسم بفرسته، گفت شماره کارت یکی رو بگیر، من یه سوپری بغل دست همون میوه فروشی که کار میکردم بود، اومدم پیش اون گفتم اگه امکان داره شماره کارت تو بده دوست من پول بفرسته، شما برداری به من بدی تا من برگردم سبزوار. بعد گفت عیب نداره، شماره کارتشو گرفتم و فرستادم، 120 هزار تومن پول واسه من فرستاد. من که اومدم تو ترمینال، ترمینال بلیت سبزوار 160 هزار تومن بود. دیگه زور زدم و به یارو گفتم لطفا مثلا قبول کن من هم پولم همینه. دیگه با همون پول تو هم گفت سلطان. آره. سلطان موش مرده زن فرسون سرنگر رو راضی کرده داداش با گری و التماس. تو میتونستی با گری و التماس به 0 تومن بری به نظر نه دیگه من. کسی که سرنگ راضی میکنه راننده اتوبوس داداش راحت تر راضی میکنه. خب راننده اتوبوس نمیخواست ببرم، اول بعد میرفتیم بلیت میگرفتیم همون یارو پشت دخله دیگه. دیگه من 120 تومن رو دادم، گفتم مثلا پول کم دارم اینا، گفت عیب نداره برو سوار اتوبوستون شو برو. خب بعد من اومدم پایین یادمه، بعد اتوبوس رو پیدا نمی‌کردم، فکر کردم یارو دست به سرم پولو گرفته دست به سرم کرده. برگشتم بالا گفتم جناب کدوم اتوبوس برم سوار شم، از بالا نشونم داد، پایین که رفتیم با اومدیم سوار اتوبوس شدیم دیگه، اتوبوس پیدا کردم سوار شدم. تا سبزوار من یادمه تو اتوبوس هی خوابم میبرد خماری میکشیدم. پول نداشته بودم جنس بگیرم دیگه، همون 120 تومن رو داده بودم برای بلیت، دیگه پول نداشتم هیچی دستم. تا سبزوار یادمه نه چیزی خوردم دیگه، نه جنسی داشتم که مصرف کنم. تو راهم به بابام زنگ چه پیام داده بودم که دارم برمیگردم سبزوار، بابام گفت بیا خونه خودمون، ولی من که اومدم سبزوار گوشیمو خاموش کردم رفتم خونه همون دوستم.
رفتم خونه همون دوستم گفتم مرتضی خمارم فلان اینا. بعد اون یه دوا ریخته بود چبش کشیده بود از دوای سبزوار، نصفش مونده بود، من نصفشو کشیدم و خوابیدم. بعد دیگه از اونجا یادمه اومدم که انگار زنگ زدم بابام، بابام یه 800 تومن پول واسم فرستاد، جنس گرفتم و اومدم افچنگ. اومدم افچنگ مصرف کردم تو خونه، انگار تو اتاق پدر بزرگم نشسته بودم مصرف کردم. بعد نگاه کردم دیدم عموم داره نگاه میکنه از پشت پنجره در، داره نگاه میکنه. اومد داخل گفت چی مصرف میکنه؟ بعد روزورقم شکسته بود، جنس افتاده بود، نمیدونست مثلا چی مصرف میکنم. گفتم شیشه مصرف میکنم. به بابام گفته بود بعد که من نگفتی هروینو؟ نه هروینو نگفتم. چرا؟ چون جلوه بعدی داشت واسه شون هروین دیگه. یعنی شیشه الان از هروین جلوهش بهتره به نظر تو؟ نمیدونم، ولی اون زمان من گفتم مثلا شیشه مصرف میکنم. خب بعد عمومم به بابام زنگ زده بود گفته بود. بعد یادمه منو بردن خونه عمم، خونه عمم. بعد مادرم از مشهد اومد زنگ زده بودن، هماهنگ کرده بودن با مادرم که این مصرف کننده شده و اینجوری خودشو خراب کرده. مادرم اومد خونه عمم، بعد من زنگ زد عمم گفت عمم گفت برو تو امشب ماست بگیر از سوپر بیا، مهمون داریم، دوستم میخواد بیاد مهمون داریم. بعد من که رفتم ماستو گرفتم اومدم تو خونه، دیدم مادرم اومده، دیدم مادرم اومده. و بعد چند وقت دیدیش؟ بعد انگار همون 16 سال اینا. خب دیگه چه حسی داشتی؟ پشمات نریخ؟ بغلش چرا دیگه، تعجب کرده بودم اصلا اصلا میتونستی به عنوان بود زده شده بودم بود زده شده بودم همون لحظه دیگه بغلش کردم و گفت سجاد چیکار کردی با خودت؟ منو دید مثلا اصلا داغون بودم دیگه، مصرف کننده بودم، قیافم زار میزد. بعد نه تو میتونستی به عنوان اصلا، چون حسی بهش داشتی؟ آره دیگه، چون خیلی وقت بود ندیده بودمش. خب نگاه تو تا 3 سالگی فقط دیدیش، بعد مثلا 13 سال ندیدیش، بعد تا 3 سالگی هم آدم یه بچه هست، یعنی اونقدی حافظه آره. نداره که مثلا فرض کن اصلا اگه بهت نمیگفتن این مامانته تو میشناختیش؟ آره چون عکساشو دیده بودم، شمارهشو داشتم، عکساشو دیده بودم. مثلا زنگم میزدی؟ خیلی ارتباط خیلی کم داشتیم با هم، مثلا اکثرا سال به سال نمیرسید، 3 سالی یه بار مثلا یه زنگ میزد از من خبر میگرفت تو هم خونه مادر بزرگم. کم کم که دیگه من گوشی گرفتم، گوشی لمسی گرفتم اینا، مثلا اینستاش و اینا رو میدیدم دیگه، عکساش اینا رو میدیدم. بعد دیگه یادم، ولی اینجور نبود کامنت بذاری دور هم بگردین اینجور؟ نه من اصلا الان مثلا میرم پست رو میبینم فقط لایک میکنم رد میشم. تو از اون دیوس نه دیگه مثلا دیوسایی که از لایک هم نمی کنی. آره مثلا اگه حال نکنم لایک هم نمی کنم در جهت. اگه حال هم کنی لایک نمی کنی، تو از لایک فقط نگاه میکنی. نه بابا مثلا من چون به حسب عادت دیگه همون دو تا انگشت سر میزنه رو لایک میشه. بعد مثلا پستای مامان و اینا رو میدیدی حسی داشتی بهش؟ میخوام اینو بدونم، یعنی بیشتر متنفر بودی ازش، بیشتر ناراحت بودی ازش؟ نه هیچ حسی نداشتم، چون اصلا حسی نداشتم، فقط میگفتم مثلا این مادرمه ولی نمیاد دورو برم اینا. نه دوستش داشتی نه متنفر؟ نه هیچ، اصلا هیچ حسی نداشتم. تا که مثلا اومد سبزوار و خونه عمم بود و مامان ازدواج نکرده بود؟ نه. خب بعد یادمه اومد خونه عمم و یه شب خوابیدیم کنارم. بعد فرداش پدرم هم اومد. شب خوبی بود؟ دست به دست هم دادن، ما شام خوردیم خوابیدیم. بعد فرداش پدرم اومد. نه اون شب که خوابیدین شب خوبی بود؟ بد نبود، نمیشه گفت خوب، ولی خب من حسی نداشتم، همینجوری خوابیده بودم. یادم فرداشم عمم بهم گفت چرا بغل نکردی مادرتو بخوابی کنارش بودی؟ من چیزی نگفتم تا مثلا فرداش. آره دیگه یادم بعد پدرم هم اومد گفتن دوست داری ببریم کمپ پاک بشی؟ گفتم آره خب کی دوست نداره پاک بشه.
یادم اووردن هم گفتن جلوی کمپ بالا مشتاوزندی گفتن بیا بریم داخل ببینیم چجوریه، ببینیم کمپ چجوریه، اوزاش چجوریه، بعد اگه آره تمایلی بالا کمپ با همین کمپ بالاش بود یادمه. بعد بردنمون اونجا گفتن بیا بریم پدر مادر اینو عمه و اینا گفتن بیا بریم داخلشو ببینیم، ببینیم اوزاش چجوریه، اگه دلت خواست برو اونجا. من یادم رفتم داخل و اونجا مسئولش محمد رضا مقدسی بود، رفتم داخل کمپ و دیدم اتاق فیزیکیش هم دیدم، اومدم داشتم هنوز مثلا با محمد رضا صحبت میکردم میگفت برو بازی آخرتو بکن برگرد اگه دلت خواست فلان اینا، من میخواستم بیام دیدم مشتاق زندی وارد شد. نگو که از قبل هماهنگ کردن با بابای من که من اومد ببرن. آره بعد مشتاق اومد گفت اینجا چی کار میکنه پروندهشو پر کنید بدینش داخل، فامیلش هم نیار از این ببر بگو مشتاق. خب مشتاق بعد اون شبا من این مشتبایی هم که میگه بچه ها یه آدمیه که هیکلش مثلا شاید 3-4 برابر هم مثل رضازاده هست. آره آره مثل رضازاده تقریبا تقریبا آره بزرگتر از رضازاده بزرگتر از رضازاده هست. بعد اومد داخل و از در وارد شد گفت از در جا نمیشه وارد شد گفت این اینجا چیکار میکنه پروندهش پر کنید بدیدش داخل. من نشستم رو صندلی همینجوری پشت میز نشستم رو صندلی و اسممو پرسیدن و پروندهمو پر کردن و دادنم داخل و کی چند سال پیش؟ تقریبا قبل عید پارسال. خب قبل عید بود یادم پارسال قبل عید بود دیگه. رفتم من کمپ و انگار یه دوره 21 روزه واسم پرونده پر کردن. من سر 20 روز داخل کمپ انگار من از روزی که فیزیکیم رد شد من آوردن نیروی دفترم کردن. فهمیدم. خب میشستم مثلا پرونده های ماده 16 رو با خانوم زندی میشستیم مثلا برگاه هاشو درست میکردیم، میچیدیم، دخ میزدیم، پرونده رو پر میکردیم، درست میکردیم واسه اینجا. بعد یادم دیگه از اونجا سر 20 روز من سرماخورده شده بودم، سر 20 روز زنگ زدم به بابام اومد بردم. من یه ماه و نیم پاک بودم بعد اون، باز بعد یه ماه و نیم رفتم مصرف کردم. چرا؟ چی باعث شد؟ نمیدونم والا شاید چرا؟ همون عشق به همون هروینه بود یا همون لذتی که پس مغزم چیز شده کاشته بودم. نه چی باعث شد که دوباره اون لذته که همیشه هست تو 10 سالم تو ترگوشی لذته هست، چی باعث شد؟ چرا قرمز رد کردی؟ چرا قرمز که 100% رد کردم، چون اون خونه ای که من میرفتم یه دونه مصرف کننده داشت، مصرف کننده شیشه داشت. کدوم خونه؟ خونه عمم انگار من میرفتم اونجا مصرف کننده. آره اونجا مصرف کننده، عمم مصرف کننده بود اونجا. بعد شیشه مصرف میکرد. چرا تو نباید میرفتی اونجا؟ آره دیگه من پدرم عیب مثلا به بابام میگفتم که فلانی داره مصرف کنه قبول نمیکرد، میگفت تو دروغ میگه. بعد دیگه همون مصرف یادمه لغزشی هم که کردم رفتم شیشه گرفتم کشیدم، شیشه گرفتم کشیدم. بعدش دیگه میرفتم زیر جایگاه میگرفتم و مصرف میکردم، هروئین میگرفتم مصرف میکردم، بعد میرفتم سر کار. باز بابام که فهمید باز مثلا لغزش کردم دیگه در مغازش رام نمیداد، میگفت صاحبکارم گفته نیا، صاحبکارم گفته نیا دیگه. بعد کم کم آه دیگه خونه اما من مصرف میکردم، باز به کارتون خوابی افتاده بودم تو همون سمت خونه عمم اینا. یه جایی بود که میرفتیم مصرف میکردیم، یه یارو بود 40-42 سال اینا فکر کنم سن داشت، 40-45 سال سن داشت. من میرفتم پیش اون مصرف میکردم، اون کارتون خواب بود، منم میرفتم زویا جام میکردم باش، حالا سرقت هم میکردیم. خب آره. چی میزدیم؟ آهن میدوزیدیم اونجا. خوب. یادمه تو یه خیابون بود اونجا بالای یه بوم، این دیده بود که مثلا اونجا یارو آهناشو گذاشته، ما رو میبرد، من پایین وامیستادم، اون میرفت بالا
اون میرفت بالا میزد مینداخت پایین، من میگرفتم تو کیسه میکردیم میرفتیم میفروختیم. یادم یه سری هم یک کیسه پر آهن زدیم رفتیم فروختیم، جنسمونو گرفتیم، از قدس 11 داشتیم در میومدیم، گشت کلانتری 12 اومد گرفتمون گفت جنساتونو نریزید، ما رو برد شیلتر اونجا. یه شب تو شیلتر، یادم یه شبم تو شیلتر تا صبح من بیدار بودم، دوستم رفت خوابید ولی من تو شیلتر بیدار بودم چون میترسیدم مثلا جیبم آره بخوابم جنسامو بزنن یا جیبم بزنن پولامو بزنن اینا. صبح که شد یه یارو تو شیلتر به ما گفت شما رو کلانتری آورده، کلانتری هم باید بیاد دنبالتون، کلانتری هم باید بیاد دنبالتون. بعد یادم اسم خوبی داشت بند خدایی که مسئول اونجا اسماشون رو نمیخواد بگی نگم. بعد اون بند خدا گفت نه این بی خود کرده، شما رو کلانتری آورده امشب، دیشب که گرفتتتون شما رو آورده اینجا، امشب اینجا بخوابید صبحم برید دیگه. من صبح یادمه در اومدیم از اونجا، باز اومدیم مثلا جنس داشتیم مصرف کردیم، باز رفتیم تا شب زایات جمع میکردیم دیگه. زندگی ما همین شده بود که کارتون خوابی میکردم دیگه، تا همون سمت خونه عمم مثلا میرفتم در خونه عمم میگفتم یه لیوان چای بهم بده، یه لیوان نه میداد، یه لیوان چای مثلا بهم میداد ولی خب نمیذاش تو خونش بخوابم دیگه. شده بود همین زندگی اون کارتون خوابی. چی شد که آوردنت اینجا؟ بعد دیگه من کم کم باز از اونجا در اومدم، اومدم سمت 30000 متری، سمت سربدار و اینا، اونجا کارتون خوابی میکردم تو 30000 متری. همیشه هم کلانتری 13 میگرفتمون میبردمون تو کلانتری، شب که میگرفتمون میگفت مثلا برید حیاتو جارو بزنیم تا ولتون کنیم، یا دشتی ها رو بشورید تا ولتون کنیم، ما هم میشستیم بعد ولمون میکرد، میومدیم تو همون 30000 متری باز میخوابیدیم کارتون خوابی میکردیم دیگه. زندگی من همین شده بود دیگه، کارتون خوابی میکردم یا مثلا کارتون خوابی زایاد مواد، زایاد مواد آره زایاد مواد. بعد یه شب عموم اومد انگار تو همون پارک گفت سجاد مادر چند سری از مشهد اومده دنبالت که ببرتت کمپ. من یادم دیگه دو روز خمار بودم، همینجوری ساکم زیر سرم بود خوابیده بودم، جنس نرسیده بود نه جنس نرسیده بود بهم، پول نداشتی؟ پول نداشتم دیگه، نمیتونستم برم زایاد جمع کنم، یادم خمار بودم نمیتونستم برم زایاد جمع کنم، انگار خوابیده بودم ساکم زیر سرم بود. به یه دفعه دیدم یکی میگه سجاد سجاد چرا اینجا خوابیدی پاشو بریم. پاشدم دیدم مادرم ساکم ورداش منو برد سمت ماشینش، منو سوار کرد برد مشهد. اونجا بازه تو کمپ بردم، کمپ علی قربانی، اونجا خیلی کمپش هم ترتمیز بود و اینا، یه ما اونجا نگرم داشت. بعد از اونجا که باز نمیدونم چی شد بهداش اومده بود ترخیص کردن، چند نفر رو ترخیص کردن، آمارشون بالا بود ترخیص کردن. باز مادرم از اون کمپ منو آورد یه کمپ دیگه، چند وقتم اونجا خوابوندم تا انگار من که از باز از اونجا فکر کنم 30 روز اونجا موندم، 32 دوره، دو تا دوره 15 روزه اونجا موندم 30 روز انگار. بعد دیگه اومدم بیرون، مادرم اومد دنبالم و بعد آوردم سبزوار. من 6 ماه و 3 روز یادم پاک بودم، 6 ماه و 3 روز پاک بودم تا یه ماه پیش. یه ماه پیش باز انگار یکی از دوستان گفت بیا بریم مثلا شیشه دوا بفروشیم، مثلا من پول میدم تو برو بگیر بیا خورد کن با هم بریم بفروشیم. من تو کابین سازی کار میکردم، با این دوستم رفتیم جنس رو گرفتیم، من دیگه جنس دستم بود دیگه، کلم را افتاد، باز رفتم مصرف کردم، باز رفتم مصرف کردم. با خودت اومدی؟ یه ماه پیش نه، انگار تا یه ماه پیش من پاک بودم، یه ماه پیش باز لغزش کردم و مصرف کردم و اینا. تو خونه مادر بزرگم هم، تو سبزوار خونه مادر بزرگم زندگی میکردم. یادمه انگار عمون قبلن، یکی از عموام قبلن سیمپیچی داشته انباری، الان که
الان املاکی زده، جمع کرده املاکی زده، انباری شده هم خونه مادر بزرگ من. من یادمه اون شب که گرفتن آوردنم اجباری، من پول کم آورده بودم. پلیس گرفته؟ آره، کلونتری 13 هم گرفتم. من دقیقا هم کلونتری که همیشه سال پیش کارتون خوابی میکردم میگرفتم، میگفت مثلا بشور بشور و بساب و مثلا ولد میکنیم، این سری دیگه گرفتم آوردم اینجا. یادم اون شب من پول کم آورده بودم، دو تا دوا داشتم، چون صبح باید میرفتم سر کار، آخر شبم اون جنسا مثلا به آخر شب نمیکشید دو تا دوا دیگه. یادم مثلا از خونه من چند تا پوسته موتور کولر تو ساک کردم، پاشودم اومدم نزدیک سراح امیر مسعود نشستم، یه دونه دوا ریختم بکشم، گشت وارد کوچه شد، ما رو که دید دنده عقب گرفت. من پاشودم ساک و ول کردم فرار کردم، کادری پیاده شد دنبالم، مثل قرقی دنبالم میدوید. بعد اومد و از همین جای یقم با همین پیرهنم بودم گرفتم و هم تا گرفت منو انگار دنیا رو سرم خراب شد، گرفت و منو برد کلانتری. انقدر منو اون شب زدن، شکر زدن. حقته، جدی حقته. آدمی که داداش تو، شاید نه حقته داداش، تو مامانت که 16 سال ازت بیخبر بوده، انقدر اعتیاد تو براش مهم بوده که آره. ولش کن دیگه، پا شده اومده اینجا، بعد باز دوباره پا شده اومده بردتت مشهد، دو ماه تو مشهد بودی، بعد تو اون دو ماهی که مشهد بودی، بعد تو اون شیش ماهی که پاک بودی از مشهد برگشته بودی، مامان خبر میگرفت ازت یا نه؟ نه دیگه، اون رفته بود، فقط مامان میومد تو رو پاک میکرد میرفت. آره، آره. یعنی میگفت من به تو کار ندارم، ولی فقط تو نزن. آره دیگه، مثلا خبر میدادن عموام یا پدرم خبر میداد که باز مثلا سجاد رفته مصرف کرده، زنگ میزد میگفت مثلا بیام ببرمت کم، من میگفتم نه. وضع مالی مامان خوب بود؟ آره نمیدونم حال دقیقا، ولی خب تو شرکت بیمه کار میکنه تو تهران الان، یادمه الان تو تهران کار میکنه، توی شرکت بیمه کار میکنه. بعد الان که مثلا دوباره زدی، مام بابا و اینا از 5-6 روزیه که اینجای آمار تو گرفتن؟ نه آمار نگرفتن، ولی من زنگ زدم به پدرم خبر دادم که مثلا تو کمپ اجباریم. چی گفته؟ چیزی نگفت. نگفت بابا شورشو در آوردی؟ انگار همون شب قبلی که منو بگیرن بابام زنگ زد گفت بیام ببرم بخوابونمت کمپ، من گفتم نه، ولی فردا شبش گیر کردم من آوردن اینجا. اگه بخوای دو تا از اجزای گنده تو که سر اعتیاد دو تا چیز بوده که هیچ موقع یادت نمیره که با تو چی کار کرد، بخوای بگی بدون تعارف، بدون اینکه قضاوت چی، یعنی اصلا شک نکن که قضاوت نمیشی، خب اگه بخوای دو تا بگی، چیزی داری بگی یا نه؟ چیزه تا حالا که فکر نکردم بهش. دو تا عجز انگار نه، چیز یادم نمیاد دقیقا، فکر یعنی نکردم. خب پس تو حالا میزنی؟ شاید تو حالا میزنی، از من میپرسی سجاد؟ خب تا عجز نداشته باشی ترک نمی کنی، یعنی اعتیاد چیزی رو از تو نگرفته؟ اعتیاد که چرا، خیلی چیزا. چی گرفته؟ بزرگترین دو تا چیز که واقعا گفتی ریدم تو هرچی اعتیاده. من یه دونه انگار دوست دختر داشتم که قول و قرارم گذاشته بودیم با هم، یکی اونو ازم گرفت. همون تو تهران؟ نه تو هم روستامون، زمانی که بنگ مصرف میکردم اون فهمید که من مثلا مصرف کننده بنگم و ازم جدا شد. اون یه دونه عجزمه. خیلی میخواستیش؟ آره خیلی. سر بنگ که نباید جدا شه، سر هم دیگه میدونیم وقتی مصرف کننده باشه حالا چه فرق میکنه، یه نخ سیگار یا مثلا هروئین باشه فرق میکنه؟ بنگ با هروئین فرق میکنه؟ خب تو چشم مثلا همروستایی یا من هر چیزی مثلا. خیلی جالبه، تو اگه کوکائین میزدی دختره میگفت تو چقدر با کلاسی. به خدا شاید. خیلی جالبه، یعنی بحث سر اعتیاد نیست، بحث سر اینه چی میزنی، اتفاقا همینه. بس تو اگه مثلا سیگار داداش
شک نکن، قبول کن سجاد، تو اگه بهمن بکشی یا تیر بکشی زیدت که کنارته مثلا میگه سیگار نکش بابا، من دوست دارم دوست پسرم سیگاری باشه، ولی همون ماربورو باشه دختره پیش خودش مثلا جلو رفیقاش هم تعریف میکنه که دوست پسر من اینه، چرا؟ چون وقتی از جیب در میاری ماربورو در میاد نه تیر. یا مثلا آقا طرف الان کوک فازش با شیشه یکی حدودن، خب حالا کوک فقط یکم هد زدنش بهتره و حالش بهتره و اون فازش بالتره، خب وگرنه مثلا اگه تو همونجا هر کی تو به دوست دخترت بگی شیشه میزنم، دوست دختر میگه چی شیشه میزنی، همین فردا دیگه با هم نباشی، ولی اگه بگی کوک میزنم دختر میگه اوه چه دوست پسر با کلاسی دارم. قبول داری؟ یعنی یه سری چیزا هست که واقعا بحث سر اعتیاده نیست، بحث سر اینه که کار تابلویه، کار چیپیه، کار میدونی چی میگم، کار زشتیه. آره شاید هم به ماده مصرفی بستگی داشته باشه، خیلی ربط داره، خیلی ربط داره. بعد بنگ مثلا اسمشو نگاه، دوست پسر من بنگیه مثلا مثلا به دختر میگن دوست، خب مثلا توی جمعی نشستی داداش 10 تا دخترن میخوان دوست پسرای همو پوز بدن، مثلا اون که دوست پسرش ماربورو میکشه میگه دوست پسر من ماربورو میکشه، با افتخار میگه، اون میگه دوست پسر من کوک میزنه، اون میگه دوست پسر من مثلا شربت لین میزنه. خب نمیدونم اینا اسمشو شنیدی یا نه، من خیلی راجع به اعتیاد خیلی میدونم. و مثلا اون یکی نمیگه دوست پسر من بنگ میزنه، والا دوست پسر ما بنگ میزنه داداش بنگ برای همین. خب دوست دختره رو گرفت، الان خبر نداری از دوست دخترت؟ الان نه زیاد خبر ندارم ازش، خب هیچ خبری انگار ندارم دیگه. همون یه دونه عجزم اون بوده، بعد چیزایی که ازم گرفته چیزی یادت نمیاد؟ با همون قضیه دوست دختره نمیاد، سر دوست دختر نمی اومدی؟ آره. برای چی؟ من یه بنده خدا قبل اینکه لغزش کنم نشون کردم واسه گرفتن و اینا، گفتم شاید ببینه این فیلمو، ولی خب گفتم وقتی که من پاک بشم و مثلا تغییر کنم شاید خیلی بهتر از اون گیرم بیاد. اصلا جدا از اون همه گذشته ای داشتن، همه یه گذشته اون کاره. من همیشه دعای آرامش رو که میخونم این دعای آرامش رو واسه معنی کردن، میگه خداوند آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم، گذشتم من هیچ وقت نمیتونم تغییر بدم، ولی آیندم که میتونم، چیزی که پیش رومه میتونم تغییرش بدم، فقط باید خودم بخوام. تو اصلا نباید به آینده فکر کنی سجاد، اصلا آینده رو مول کن، تو فقط باید همین لحظه خوش باشی، همین لحظه زندگی کنی، برای همین لحظه، همین امروز، نه برای فردا. اگه بخوای برای فردا زندگی کنی ریزاییدی واقعا. خب یعنی همین لحظه، چون تو ممکنه فردا بمیری، اصلا فردا نمیری، تو ممکنه فردا بری بزنی دوباره. خب برای همین امروزت زندگی کن، ول کن. میدونیم بزرگترین مشکلی که ما آدم ها افسرده میشیم اینه که یه چیزی رو میخواییم برای فردا بعد بهش نمیرسیم، این آره. باعث میشه افسرده شیم، در حالی که من خودم خب هر موقعی که بهم میگه هدفت از زندگی کردن چیه، میگم من فقط میخوام امروز رو زندگی کنم. اتفاقا اینجوری جالبیش میدونی چیه؟ هی سورپرایز میشی، هی سور، من الان واقعا برنامه‌ای برای فردا ندارم، واقعا برنامه، چه برسه به یه سال دیگه، یعنی من نمیدونم یه سال دیگه قراره چی کار کنم، منتظرم سورپرایز شم، هی دفعه میبینم یه اتفاق جالب، یه اتفاق، مثلا امروز که با تو داریم ویدیو میگیریم همین امروز برنامه‌اش چیده شد، من از قبل برنامه‌ریزی نکرده بودم که آقا پس فردا بریم با فلانی برنامه‌ریزی، نه زندگی خوبه همون لحظه پیش بیاد. تو مثلا آقا میگن میخوای ازدواج کنی، نمیدونم، من اینجوریم، سنو میخوای ازدواج کنی، نمیدونم، سنو میخوای درس تو ادامه بدی، نمیدونم، میخوای خونه تو عوض کنی، نمیدونم، میخوای ماشین تو عوض کنی، من واقعا زندگیم اینجوریه سجاد، منتظر ببینی چی پیش میاد. آفرین، من زندگیم اینجوریه، هیچی نمیدونم. همین جور که تو یهویی تو واقعا تصمیم گرفتیم سر مواد بشینی، نه یهویی به خودت اومده دیدی سر مواد دی. یعنی اعتیاد اینه، همون قدم تو ممکنه یهویی به خودت بیای ببینی توی ماشین آخرین مدل نشستی،
یهویی به خودت بیای ببینی داری ماهی 10 میلیون پول در میاری. یعنی این تو برنامه ریزی کردی برای اینکه یه روز هروئین بکشی؟ نه نه. ولی یهویی آفرین، ولی دوست داریم برای بقیه چیزای زندگیمون برنامه ریزی کنیم سجاد، در حالی که الان نگاه چیزی که ما رو درگیر خودش کرده چیزیه که هیچ موقع براش برنامه ریزی نکرده بودیم. اعتیاد که داره همه ما رو به فنا میده چیزیه که هیچ موقع تو بچگی بهمون میگفتن دوست داری معتاد چی، میگفتیم نه اصلا معتاد چی. برنامه شوکو میدیدیم، نمیدونم تو زمان شما هم بود برنامه شوک یا نه، بعد صورت یارو رو شطرنجی میکردم، من مثلا یارو میگفت آره من گل میکشم فلان اینا، ما با خانواده میدیم من میگفتم من گل. خب بعد مثلا هیچ برنامه ریزی نداشتیم، بعد اعتیاد الان شده زندگیم. برای همین برنامه ریزی نکن، میخوام فلانی رو بگیرم میخوام فلانی رو بگیرم. تو به خودت میای یهویی میبینی گرفتیش، دوتا بچه هم داری، فهمیدی چی میگم؟ آره. اصلا فکر نکن، زندگی رو انقدر جدی نگیر، انقدر با آینده نگاه، همین انگار تو حال زندگی کن. بعد تو جلسات هم برو، جلسات من انگار بیرون که بودم همون 6 ماه و 3 روز با جلسه پاک موندم، دو تا جلسه میرفتم، یه جلسه همون به حق انگار 14 بود، نمیدونم 14 مسجد کرو بیا. نه تو اگه جلسه بری نمیزنی. یه دونم همون 6 ماه و 3 روز من با جلسه پاک بودم. چی شد که زدی؟ یعنی تا دیروز جلسه میرفتی فرداش زدی؟ نه دیگه، مثلا رفیقم که گفت بیا مثلا چیز کنیم بیا دیگه، اونجا جلسه رو ولی اونجا دیگه جلسه نمیرفتیم. خب نه تو همون پارک ارم هم جلسه بود هم دوستای مصرف بودن، منو نه. کشیدن سمت خودشون، بعد دیگه مثلا گفتن بیا بریم. تو میدونی بذار دو سال بگذره، تو بچه کاری هم هستی، یکی از تنبله خب درسته. اون نه، من خودم الان داداش یه سال و 8-9 ماه پاکی دارم، خب واقعا دارم بهت میگم بگذره یه سال، یه سال نظر من یه ساله، خب حالا 90 روزم بگذره چیپ 90 روزم میگیری باز یکم حالت خوب میشه خب، ولی یه سال بگذره برای تو که کاری واقعا معجزه پاکی رو میبینی، ولی به نظر من یه ساله، بذار یه سال. امروز که رفتی بگو آقا من میخوام به مناسبت تولد یه سالگیم یه دوا شیشه بزنم، خب یعنی جایزه کیک تولد یه سالگیت یه دوا شیشه باشه آه. ولی کیک تولد یه سالگیت باشه، کیک تولد یه سالگیت آه. یه سالت که شد ببین واقعا این کیک تولد میارزه زدنش یا نه، اگه میارزه بزن، اگه میارزه بدون هیچ فاز بدی بزن. یه بار ابی حرف خوشگلی زد، ابی گفتش وقتی لغزش میکنی وقتی میزنی تا اینجا توی جنسی حالی همین تیکه خالیه، خب دفعه اول وقتی تو آگاهیت میره بالا جلسه میری به یه جایی میرسی که وقتی میزنی هم حالت خوب نیست، تو آره. تو داری جر میخوری از پارگی ها ولی حالت خوب نیست، برای همین یکم به خودت بیا. من یه قولی هم به شما میدم دکتر جان، اگه دوست داشته باشه من میتونم باشه شما قدم ها رو تا زمانی که اینجا هست من باش کار کنم، قدم ها رو میتونی باش کار کنم. آره اینم قدم رفته خیر سرش، مثلا الان خودش اینجا هست. شما چند قدم رفتی کار کردی؟ 12 قدمی، ایشون 12 قدم معتادان گمنام رفته خیر سرش شد الان تو 3-4 ماه، هم الکلی ها رو رفته همه اینه. حالا پادکست ایوی رو براتون گذاشتم، زایدی ایوی جان ایشالله که شما رو ایوی اون بره استاد ایوی حامدی بخوان. اگه حرفی داری با بچه ها بگو. نگاه کن میخوام بهت بگم که این ویدئوی تو رو خب شاید تا شاید یه روزی من و تو توی این دنیا نباشیم، ولی نوه من یا نوه تو توی این دنیا باشن و بخوان درگیر اعتیادشن و این ویدیو رو ببینن، یعنی این ویدیو ممکنه تا 1000 سال توی اینجایی که ما میخواییم بذاریم باشه و ممکنه میلیون ها نفر تا 100 سال دیگه ببیننش. اگه توصیه ای داری فکر میکنی ممکنه بچه خودت یه روزی ببینه، دور نیست ممکنه بچه من ببینه، اگه حرفی داری بزن به عنوان کلام آخر سلطان. کلام آخرم اینه که فقط میتونی هم به اینجا نگاه کنی. آرزو دارم واسه همه اونایی که میخوان واسه اولین بار میخواد لبش به مواد بخوره انقدر حالش بد بشه، انقدر حالش بد بشه که دیگه سمت مواد نره. خب یه آرزویی بکن که واقعیت داشته باشه داداش، چون دفعه اول که بد میچسبه اتفاقا. خب میگم دیگه انقدر حالشو خراب کنه اون مواد که دیگه سمتش نره.
چه آرزوی خوشگلی. خیلی آرزوی خوبی کردم. مثل شما بعضیاتون میان میگین دفعه اول که گل زدم انقدر پاره شدم که دیگه نمیخوام سمتش برم. ایشالله هر بار دفعه اول خواستیم بزنین اینجوری شین. دمت گرم سجاد. بچه‌ها اگه خواستین حمایت خاص و ویژه‌ای از سجاد داشته باشین، اگه کاری داریم براش که چون بچه کاری خودتونم دیدین، مثلا اگه یه کار تهران پیدا شه یا هر شهری میتونی بری؟ آره من مثل... انگاه حرفم کابینت سازیه، یادم دارم اگه پیدا شه. آره خب به شرط این که ما رو خراب نکنی باز اونجا بری بزنی. چشم. مطمئن جلساتو بری هر جارت. و عرض اگه کاری دارین سجاد هر جایی باشه حاضر بیاد با پول خوبا، نه اینکه مثلا حقوقه 5-6 تومن، بچه کاریه، نه حتی 10 تومن. مثلا آقا یکی به نظر من داره با این حجم میاد و تو میدونی نمیخوای یکی رو بیاری که برات کار کنه، تو میخوای یکی رو بیاری که ازش حمایت کنی. این دوتا خیلی فرق داره. تو اگه بخوای به ایشون کار بدی میتونی بری به یکی دیگه کار بدی 5-6 تومن. تو اگه قراره به ایشون کار کنی در واقع کار بدی، در واقع نمیخوای به یکی کار بدی، تو میخوای از یکی حمایت کنی. برای همین خواهشم بچه ها اگه واقعا فهم میکنیم بتونیم با حقوق بالای 10 تومن، بالای 12 تومن که بتونه زندگیش رو بسازه، نه اینکه فقط مواد نزنه، بتونه زندگی که اونو به سمت مواد میذاره رو میبره رو ترک کنه، حتما توی اینستا به من پیام بدیم و بنویسیم، مثلا یه هشتگ پیام بدیم بنویسین سجاد. دوستتون دارم، خیلی ممنون باهم. نفس نفس تو سینم عطر نفس‌های شماست، اگر که قابل بدونید خونه دل جای شماست. ممنونم سلطان ابی عامل، ممنون از تو که همیشه پشت صحنه کارو داری خم میشیم ما هم براتون، عشق من. بچه‌ها مواظب خودتون باشین، لایک و کامنت و ساب و زنگوله و همه چی. دوستتون داریم، تا دیدار دیگر. یه بوس اینجوری میکنم، نگاه کن. خب آه نه نه محکم. بدرود بدرود. That's enough.